کلک ایناست، دم آخر به قول معروف خانم کلینتون معلمش کنم بگن نخه، آقای جو بایدن مریض شد و خسته بود و نمیدونم چی بود، خانم کلینتون آمدن. بعید نیستی همچین مقشهید هم داشته باشیم. جناب تیمسار، ما برگردیم یک سوال دیگه هم از شما داشته باشیم در رابطه با مسئله چین که ایران داره این برنامه ها رو پیاده میکنه با چین و امروز یک قرارداد 20 ساله با روسیه بست در واقع. اینو اگه لطف کنیم به ما یه جواب کوتاه بدیم. والا اونچه که من فکر کردم با تعدادی از دوستان و همرزمیامون نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم، امریکا هم یکی دو سه تا نشانه از این بساط داشت، چون مدتی که ایران داشت با چین دیر میکرد امریکا مثل اینکه خوابش برده بود، اصلا خواب یک کلاب، چون اونجوری نیست که بگیم اگه اینا با چین و روسیه مبادله کنن و روسیه رو با آبهای گرم جنوب خلیج فارس ما را بدن هیچ ضرری واسه امریکا نداشته باشه. ولی پیدا بود از نظر من، ممکنه اشتباه کنم، از نظر من پیدا بودش که اینا با هم یه ساخت و پاختی دارن. اونجوری که ما ایرانی ها فکر میکنیم که ایران ما رو دارن میفروشن، به عقیده من اونجوری نیست. البته امتیازات زیادی دارن به اینا میدن، جاش اون حفره خالی پولی رو که امریکا باعث شد که اینا بی پول و حفره خالی بی پولی رو پر بکنن. اگر نه از این که ایران ما رو بفروشن یه مقداری از کجا رو بفروشن، از این حرفا رو من قبول ندارم. تا انشالله یه روزی روشن میشه ببینیم که کی کجای کار میده.